سلام یک شنبه اول آبان 90 23 اکتبر 2011 میلادی در مورد 13 موضوع امروز صحبت می موضوع اولین اینکه شب گذشته دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تجمع داشتن ساعت 8 و دانشجویان تجمعشون آغاز شد اعتراضشون به گرونی غذا کیفیت پایین اون هزینه های خوابگاه اینترنت کم سرعت و مهمتر از همه عدم پاسخگویی مسئولین بود به حال نیروهای حراست پرتعداد به میون ها اومدن سعی کردن درگیری درست بکنن، فیلم میگرفتن عکس میگرفتن اما مجموعا تجمع دانشجویان دو ساعت طول کشید و با خواندن سرود یاردبستانی دبستانی به انتها رسید قول دادن بهشون که امروز مسئولین بیان و جواب بدن دانشجوها هم اعلام کردند که تا حسود نتیجه هر شب همین ساعت 8:30 تجمع خواهند داشت تا الان از اول مهر از شروع کار دانشگاه ها تا امروز دانشگاه های امیر کبیر، شهر کرد، دانشگاه زنجان، دانشگاه مازندران، علم و صنعت، دانشگاه مشهد، یزد، خاج نسیر از دانشگاه بودند که به دلایل مختلف مثل تفکیک جنسیتی وضعیت غذا وضعیت آموزش و غیره تجمعهای اعتراضی داشتن مسئله استفاده از فضای سنفی و در چارچوب کلی محاصره مدنی حکومت هر کدام از این تجمع با خواستهای مختلفی که انجام میشه قدم مثبتی در جهت مبارز است نکته دوم این که آقای تاجزاده که در زندان به سر میبره و بسیاری زمانها هم در سلول انفرادی نگه داشته شده پیشنهادی رو داده که پیشنهاد خیلی خوبی است. او گفته که دوشنبه های اول هر ماه به عنوان اعتراض به حبس و در بند نگه داشتن زندانیان سیاسی از آقای موسوی و کروبی تا روزنامه نگاران اساتید دانشگاه غیر و غیر یک هر دوشنبه روزه بگیرن یا اتصاب غذا بکنن اما هنگام غروب در هر کوی و برزن و هر کجایی تجمع باشه و رد و بدل اخبار صورت بگیره در اینترنت هم منعکس بشه او پیشنهاد کرده که هر دوشنبه هم به نام یکی از شهدای جنبش سبز نامگذاری بشه اولیش که هفت آذر ماه هست به نام ندا آقا سلطان و بعدی که پنج دی هست به نام سهراب عرابی و همینطور دیگران حال این پیشنهاد تاجزاده هم پیشنهاد خوبی است برای اینکه باز اینکه در جبهه های مختلف در ابعاد مختلف حرکت های صورت بگیره به خصوص به هر شکل تجمع کردن ولو به شکل چند نفر پراکنده و رد و بدل اخبار باز حرکت مثبتی است در جهت استراتژی کلان محاصره مدنی حکومت و او فرس فرسایش اون و بسیج عمومی نکته سوم اینکه بالاخره کارخانه صنایع مخابرات راه دور شیراز آی تی آی کاملا تعطیل شد 1800 کارگر بیکار شدند در حالی که 24 ماه بود که حقوق نگرفتن به هر حال نماینده شیراز در مجلس مطرح کرده که اصلی ترین دلیل واردات بیرویه با ارز عرض ارزان قیمت از به خصوص کشور چین بوده که کارخانه را از رقابت باز داشته و کارش به تعطیلی کشته از وزیر مخابرات در مجلس طرح سوال شده باید بره جواب بده وزیری که این روزها بیش از دو هفته است که سیستم اینترنت کشور هم با همه کنترل ها و کندی ها و غیره باز هم اختلال داره و همه دستگاه ها رو به رنج و مشکل انداخته سرعت پایین اینترنت و قطع و وصل شدنه ایران در بین, صد و در بین کشورهای دنیا به لحاظ سرعت اینترنت رتبه 170 می رو داره در حالی که با 36.5 میلیون کاربر اینترنت نسبت به جمعیت کلش جایگاه خوبی در دنیا داره نکته چهارم اینکه سایت آینده خبر داده از اینکه قطر 15 برابر ایران از حوزه های مشترک پارس جنوبی برداشت میکنه و کلا همسایه های ایران از منابع مشترک سالیانه نزدیک به 100 میلیارد دلار نفت و گاز از سهم ما رو برداشت میکنه نکته پنجم این که آقای مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن اعلام کرده که اقتصاد ایران تحمل ضربه تحریم بانک مرکزی رو نداره او گفته سیاستمدارا باید یک جوری این رو حل بکنند رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که من ارز زیر بار دادن ارز برای قاچاق نمیرم منظورش این است که ارز به بازار آزاد دیگه نمیخواد تزریق بکنه برای اینکه معتقده که این میره و کالای قاچاق میشه درستم هست سالیانه بیش از 19 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه که اصلش هم دسته سپاهه بر صورت با توجه به سایه تحریم بانک مرکزی ایران، کاهش درآمدهای ارزی و اینکه ذخایر ارزی به مشکلاتی خورده، تزریق ارز در بازار به محض اینکه پایین بیادان چنان که رئیس بانک مرکزی گفته باید شاهد باشیم که قیمت ارز در بازار شروع میکنه به بالا رفتن. نکته ششم این که آقای علی لاریجانی از حرف آقای خامنه ای که رئیس دولت به جای رئیس جمهوری باشه که به جای انتخاب مستقیم توسط مجلس انتخاب بشه استقبال کرده توجیه کرده توضیح داده و با توجه به چاکر جان نصار بودن آقای علی لارجانی نسبت به رهبری میشه گفت که چراغ سبز از بیت رهبری گرفته که ایشون اینجور در این موضوع صحبت بکنه به حال با توجه به اینکه آقای خامنه ای در صحبتش گفته بود آینده دو منظورش بیشتر این است که این دوره احمدی نژاد رو به انتها برسونه هر جوری هست آقای باهنر هم گفته که آقای خامنه ای گفته در واقع اسم نیبرده مقامات بالا ولی منظور آقای خامنه ای است که این سوال رو از رئیس جمهور که قرار مطرح بشه از آقای احمدی نژاد کش ندن خیلی کاملا سیاست آقای خامنه معلومه که احمدی نژاد رو میخواد هر جوری از تا آخر دوره نگه داره اما به نظر میرسه بخش هایی که فشار دارن میارن پیش از موعد احمدی نژاد رو بردارن کماکان به کارشون مشغولند و خیلی هم متقدن تا قبل از انتخابات پیش روی مجلس این کار رو خواهند کرد نکته هفتم اینکه آقای خوشچهره وکیل قبلی مجلس قبلی که الان از منتقدین دولت هست خبر داده از اینکه دولت اسناد بسیار زیادی رو راجع به مقامات مملکتی از کشور خارج کرده و به زودی شاهد افشاگری هایی خواهیم بود که آقای خوشهر اسمش رو پالیزدار دو و سه و چهار گذاشته نکته هشتم این که سایت سیاست نامه از سایت های نزدیک به اصولگرایان سنتی خبر داده از اینکه یعنی در نقد آقای احمدی نژاد نوشته او سربازی است که قصد فرماندهی داره و شروع به انتقاد از او کرده موارد متعددی رو از کارهای احمدی نژاد از جمله اون حاله نور و غیره رو به نقد گذاشته این اون جناهایی هستند که فشار رو برای برکناری احمدی نژاد تشدید میکنه نکته نهم اینکه آقای مصباح یزدی اعلام کرده که من یقین دارم خداوند کره زمین رو به واسطه وجود مبارک آیت الله خامنه ای از بلایا حفظ کرده از اون حرفایی که احتیاج به هیچ توضیح اضافه ای نداره حجم دروغ و افترا نسبت به هستی و خلقت در اون موج میزنه نکته دهم اینکه، این که نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی زنگ خطر رو برای خوش شدن روزنامه رودخانه کارون به صدا در برده و اعلام خطر کرده مدتی است که بعد از دریاچه ارومیه مسئله کارون مسئله جدی شده نکته 11 که آقای احمدی نژاد در مصاحبه با فرید زکریا از سی این مطرح کرده که در سوریه به جای دستگیری مخالفان با اونها وارد مذاکره شوند مخالفان هم حرف های جدی دارند که بهتره شنیده بشه و به, اون ترتیب اثر داده بشه واقعا که من نمیتونم لغتی پیدا کنم برای مقدار روی که این آقای احمدی نژاد داره نکته دوازه هم این که در یمن بعد از قطنامه شورای امنیت سازمان ملل درگیری شد روز گذشته و مجموعا ده نفر کشته شدند و نکته آخر این که امروز یک شنبه انتخابات مجلس مؤسسان در تونس برگزار میشه برای تدوین انتخاب نمایندگانی که قانون اساسی جدید تونست رو بعد از سقوط دیکتاتور بنویسند دندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و ظرف باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی